آشنایی با تنظیمات پله ها توی این درس قصد داریم با هم راجع به ترسیم پله ها و انواع مختلف پله صحبت کنیم قبل از اینکه ما بخوایم با ترسیم پله آشنا بشیم بهتر یه سری اصطلاحات پله رو با هم بررسی کنیم تا موقع ترسیم کاملا باهاشون آشنایی داشته باشیم اگر توی این تصویر نگاه کنید ما یک پلکان اینجا داریم که از یه سری قسمت ها تشکیل شده به دیواره کنار پله استرینگر میگن یا قرنیز پله که روی اون کف پله قرار میگیره که ممکن از جنس مختلفی ساخته شده باشه ما توی پله یه قسمت داریم به نام رایز که همونطور که توی تصویرم ملاحظه کنید ارتفاع پلهمون رو با رایز نشون میدیم که بهش پیشانی پله میگن معمولا قسمت بعدی که ما توی پله داریم معمولا بهش میگن ترد که کف پله ما هستش یعنی جایی که ما پامون رو روی اون قرار میدیم به قسمت اول پله تا انتهای پله هم توتال ران یا توتال ترد میگن و به ارتفاع کلی پیشانی پله هم توتال رایز میگن و این قسمت هم که ارتفاع استرینگر یا قرنیز پلمون هست. این قسمت هم طول استرینگرمون هست و این قسمت هم اولین رایزر یا ارتفاع پلمون قرار داره. برای ترسیم پله ما باید قبلش تمام این مشخصات رو از قبیل تعداد پله، عمق کف پله، ارتفاع پیشانی پلمون یا همون رایزرمون و زخامت قرنیز پله یا همون استرینگرمون مشخص کنیم و بعد پله رو بر اساس این تنظیماتی که وارد کردیم ترسیم میکنیم حالا با اصطلاحات پله آشنا شدیم حالا میخوایم ببینیم چطور ما میتونیم یه پله رو توی فضای رویت ترسیم کنیم ما بحث بعدی که بعد از پنل بیلد داریم پنل سیرکولیشن هست که چند فصل بعدی رو اختصاص میدیم به این پنل اولین قسمتی که ما توی سیرکولیشن میخوام باهاش آشنا بشیم بحث پله ها یا استیر هستش اگر ما استی رو انتخاب کنیم برای ترسیم پله توی قسمت کامپوننت یه سری اطلاعات برای ما نمایش داده میشه که ما با قسمت ران میخوایم با هم شروع کنیم توی قسمت ران ما یه سری پله آماده رو داریم برای ترسی اولین قسمت ما استریت هستش که چند درس پیش رو رو میخوام اختصاص بدیم به این قسمت خب ما وقتی که استریت رو انتخاب میکنیم محیط ترسیم برای ما باز میشه اگر دقت کنیم ما وقتی استر رو هم انتخاب میکنیم در حالت پیشفرز استریت برای ما فعال هست که با استریت ما میتونیم چه پلاهی رو ترسیم کنیم؟ خب ما با استریت میتونیم پله های مستقیم سه طرفه، چهار طرفه، الشکل شکل یا یو شکل رو ترسیم کنیم که حالا میخوام ببینیم چطور ما میتونیم این پله ها رو ترسیم کنیم یکی یکی با هم میخوام بررسی کنیم اولین پله که ما میخوام ترسیم کنیم پله مستقیمه اگر ما توی صفحه ترسیمی روی یک نقطه کلیک کنیم و شروع به ترسیم کنیم میبینیم که با اولین کلیک نقطه شروع ما وارد میشه حالا اگر موس رو در جهت جلو حرکت بدیم و روی نقطه انتها کلیک کنیم و حالا اگر فینیش رو بزنیم میبینیم که یک پله مستقیم برای ما ترسیم میشه خب اینجا یه پیغام خطا به ما میده میگه توی لولی که قرار دارین پله به انتهای لولمون نرسیده یعنی طول پله رو کمتر از ارتفاع بین دو تا سقفمون وارد کردیم خب اگر ما ارتفاعمون رو کمتر کنیم مثلا دو متر میبینیم که پله ما نسبت به ارتفاع ما تنظیم میشه به این صورت حالا اگر ما استی رو ما انتخاب کنیم و بخوایم یه پاگرد برای پله مستقیممون در نظر بگیریم میتونیم نقطه شروع رو مجددا وارد کنیم و توی هر قسمتی که میخوایم کلیک کنیم و برای ایجاد پاگرد یه فاصله رو در نظر میگیریم و مجددا روی نقطه دوم کلیک میکنیم و ادامه پله رو ترسیم میکنیم حالا اگر فینیش رو بزنیم و توی دید سه بعدی قرار بگیریم میبینیم که این دفعه پله ما با یک پاگرد ترسیم شد اگر روی نمای شهدت قرار بگیریم به این صورت پله ما داره یک پاگرد شد پس ما اگر یه فاصله ای رو بین ترسیم دو تا پله ایجاد کنیم برای ما به این صورت یک فاصله یک پاگرد رو تشکیل میده حالا اگر بخوایم یه پله دو طرفه یا یو شکل رو ترسیم کنیم اگر ما استر را انتخاب کنیم روی نقطه شروعمون کلیک میکنیم اگر دقت کنید اینجا برای ما یه سری نوشته ظاهر میشه موقع ترسیم پله ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این نوشته ها چی هستن خب ما موقع ترسیم پله تعداد پله های ترسیم شده که با رایزر مشخص میشه و تعداد پله های باقی مونده رو که با ریمینینگ نشون داده میشه رو برای ما مشخص میکنه که الان ما اینجا حق داریم یه پله دیگه ترسیم کنیم تا به اون ارتفاع سطح دول بعدیمون برسیم برای پله یوشکت گفتیم ما یه قسمت نقطه شروعمون رو مشخص میکنیم و تعداد پله بازوی اولمون رو ترسیم میکنیم حالا مسیر موس رو این دفعه باید تغییر بدیم و یه مقدار فاصله رو برای چشم پله وارد میکنیم و حالا توی نقطه دلخواهمون برای شروع بازوی دوممون توی این قسمت کلیک میکنیم و حالا تعداد پله ها رو توی نقطه پایان مشخص می به محض کلیک کردن می بینیم که یک پله سه طرفه اینجا برای ما ایجاد شد خب ممکنه سوال براتون پیش بیاد که چرا این قسمت یه پله ایجاد شده و این ور تعداد پله ها بیشتره خب ما برای اینکه بخوایم این تعداد پله به اون لول بالایی برسه باید تعداد پله ها رو توی دوتا بازو طوری تنظیم کنیم که توی دو طرف پله های ما به صورت برابر باشن و به اون ارتفاعی که ما نیاز داریم برسن الان اگر توی دید سبودی هم نگاه کنیم ببینیم که پله ما به این صورت ترسیم شد و به اون حد نهایی اون لول ما رسید ما برای ترسیم این پله باید تعداد پله های اول کمتر می گرفتیم و تعداد پله های پایانی رو برابر با اون تعداد پله می گرفتیم تا به اون سطح لول برسه در انتها تیک فینیش ادیت مود رو میفشاریم تا نرده ها برای ما ترسیم بشن حالا میتونیم توی نما ارتفاعمون رو بیشتر کنیم مثلا چهار متر اگر بخوایم پله سه طرفه رو با فرمان استریت ترسیم کنیم به چه صورت باید عمل کنیم خب برای این کار روی نقطه شروعمون کلیک میکنیم و بازوی اولمون رو ترسیم میکنیم بعد از این کار دست خودمون رو روی لبه پله به سمت بالا هدایت می کنیم و نصف پاگردمون رو اینجا ترسیم می کنیم. حالا دست خودمون رو روی لبه قرار میدیم و به سمت بالا هدایت می کنیم. حالا نصف پاگردمون رو اینجا ترسیم می کنیم به محض کلیک کردن دستمون رو مجددا به سمت عمود بر پله قبلی هدایت میکنیم حالا بازوی دوم رو ترسیم میکنیم خب و مجددا به اندازه نصف پاگرد دوم مثل روش قبلی یه فاصله ایجاد میکنیم و مجددا دستمون رو, رو روی پله به سمت راست قرار میدیم و پاگرد دوم رو هم ترسیم میکنیم حالا ادامه پله رو ایجاد میکنیم به محض کلیک کردن یه پله سه طرفه برای ما ایجاد میشه و در انتها تیک فینیش دید مود رو میفشاریم حالا اگر توی دید سه بهش نگاه کنیم میبینیم که یک پله سه طرفه تونستیم ما با این روش ترسیم کنیم به این صورت که داره یه دو پا گرده. اگر دقت کنین ما وقتی ترسیم رو انجام میدیم نرده خودش به صورت اتوماتیک روی پله ما قرار میگیره که اگه بخوایم پلمون رو بدون نرده ترسیم کنیم میتونیم وقتی که استی رو انتخاب میکنیم توی قسمت بالا توی پنل تولز یه قسمت داریم به نام ریلینگ که اگر ما ریلینگ رو انتخاب کنیم یه پنجره برای ما باز میشه که توی لیست کشویی دفالت میتونیم هم نوع نردمون رو تغییر بدیم هم همین که اگر بخوام نرده ایجاد نشه روی نان کلیک کنیم به محض اوکی کردن اگر پله بعدی رو ما ترسیم کنیم بدون نرده برای ما ترسیم شد به این صورت پس توی این درس با فرمان استر و ابزار استریت آشنا شدیم و دیدیم که چطور میتونیم یه سری پله های مستقیم با فرمان استریت رو ترسیم کنیم